یکی از اشتباهاتی که من زیاد میبینم برای ایکیو کردن صداها ها بچه ها دوچارش هستن اینه که وقتی میخوان یک صدا رو ایکیو کنن میان اون صدا رو سلو میکنن اول توی پروژه بعد میان یک باند فرکانسی نازک با گین زیاد درست میکنن و اونو عقب جلو میکنن ببینن کجا یک فرکانس نامطلوب پیدا میشه گوششون رو اذیت کنه اونو کاهش بدن که به این عقب جلو کردن صدا هم بچه ها میگن سویپ ایکیو حالا ما این کار رو انجام بدیم روی این صدا خب اینجا داره یه فرکانسی رزونانس میکنه و یه مقدار آزاردهنده است اینو کم میکنیم در واقع این شکلی میان صداها رو ایکیو میکنن حالا چرا این روش اشتباهه و اصلا روش درستش چیه من اگر بخوام این صدا رو ایکیو کنم اولین کاری که میکنم از حالت سلو خارج میشم و اونو توی پروژه میشنوم حالا اگه بخوام تاثیر خود این صدا رو به تنهایی بشنوم توی پروژم گاهن میوتش میکنم و دوباره روشنش میکنم ببینم وقتی اضافه میشه به ش... پروژه من تاثیرش روی بقیه صداهام که تو این پروژه کیک 808 و های هات هست چیه خب خیلی سریع و ساده بچه ها مشخصه وقتی بلز داره اضافه میشه هم اتک کیک رو داره یه مقدار میگیره و هم شفافیت و درخشش ایت, ایت کمتر میشه خود بلز هم به نظر یک مقدار داره کدر صدا میده تمام اینها رو من دارم گوشی بچه ها انجام میدم باید گوش رو تعلیم بدین و تمرین بدید که بتونید وقتی صدا رو میشنوید پیش بینی بکنید حدودن تو کدوم ناحیه فرکانسی این صدا دچار مشکل هست من الان فکر میکنم جایی بین 200 هرتز تا 500 هرتز ما باید تو این صدا مشکل داشته باشیم حالا که محدوده احتمالی و اشکالات صدا رو تشخیص دادم و پیش بینی کردم با اینکه دقیق نمیدونم ولی حدودش رو میدونم حالا میرم از سویپ ایکیو استفاده میکنم توی پروژه به این ترتیب ببینید تو این محدوده فرکانسی که بوست کردم کاملا بلز داره روی 808 و, و کی که من سوار میشه که من نمیخوام این اتفاق بیفته من میخوام این سه تا صدا همدیگه رو در آغوش بگیرن و در کنار همدیگه بتونن مکمل همدیگه باشن بنابراین حدود 330 هرتز من دارم این مشکل رو میشنوم بنابراین کاهشش میدم خیلی هم نیازی نیست اینطوری ها بیاید صدا رو جراحی بکنید زیاد این همه فیلتر معمولا نتیجه خوبی نمیده وقتی فرکانس رو پیدا کردید میتونید یک مقداری در واقع وایدتر کاهش بدید به جای اینکه فیلترهای ریز ریز بذارید و صداتون رو اصطلاحا بخواید رنده کنید خب حالا دوباره میشنوم ببینم با این فیلتری که روی صدا گذاشتم چه تغییری حاصل شده تا اینجا اولین چیزی که اتفاق افتاد ولوم صدای بلز من کم شد طبیعی هم هست چون این فرکانس رو من الان حدود 4 دیبی کاهش دادم بنابراین من کلا میام خروجی ایکیو رو تا حدودی افزایش میدم اصطلاحا گین مچ میکنم که ایکیو فقط اصلاح فرکانسی برای من انجام بده ولوم صدای من رو نه زیاد بکنه نه کم بکنه حالا وقتی EQ میاد ولومش تغییری نمیکنه اما تاثیر حضور EQ رو روی کل پروژه و نه فقط بلز بشنویم با هم کل پروژه شفافتر و خوشکیفیتتر میشه نه فقط صدای بلز خب با این حال احساس میکنم هنوز یک جایی توی میدرنج ما یه مقدار مشکل داریم مشکل رو اول به صورت گوشی با اعتماد به گوشام و تجربه ای که به مرور گوشام کسب کرده پیش بینی میکنم بعد میرم برای پیدا کردن جای دقیقش سویپ میکنم روی یکی خب اینجا هم احساس میکنم یه مقدار نیاز داشتیم که کاهش داشته باشیم و یه مقدارم دوست دارم بلزم شفافتر باشه بنابراین های فرکانس رو تو این محدوده افزایش میدم نتیجه کلی رو بچه ها بشنویم بدون ایکیو با ایکیو دقیقا اتک کیک رنگ a تو ایت درخشش ای و, و خود بلز هر سه تاشون بهتر شدن و توی یک بسته بندی کنار همدیگه قرار گرفتن این تأثیریه که من از ایکیو میخواستم بگیرم چجوری به این تأثیر رسیدم؟ یک از حالت سولو استفاده نکردم صدا رو در حالتی که توی بستر پروژه داره اجرا میشه شنیدم چرا چون آمیختگی این صداها با هم دیگه برای ما مهمه نه اینکه اون صدا خودش به خودی خود تو چه وضعیتی هست دو وقتی میخوام مشکلات فرکانسی صدا رو پیدا بکنم یا از حالت میوت استفاده میکنم و اون رو دوباره به پروژه اضافه میکنم یا اینکه کلا اون رو توی پروژه میشنوم و پیش بینی میکنم که مشکل احتمالی تو چه محدوده فرکانسیه حتی اگه دقیق نتونم اون فرکانس رو مثلا حدس بزنم بگم الزاما 320 هرتز مشکل داره ولی میدونم جایی توی محدوده 200 تا 500 600 اونجاها من دچار مشکل هستم بعد از اینکه گوشی مشکل رو تو ذهنم شنیدم اول کجاست بعد میرم اون چیزی که قبلش تو ذهنم شنیده بودم رو برای اطمینان از جای دقیقش سویپ میکنم و پیدا میکنم و الا اگر شما هر صدایی رو بیارید به صورت سولو 10 دی 20 دی یه فیلتر باریک درست کنید عقب جلو کنید ممکنه اشکالات زیادی تو جای جاهای مختلف اون صدا پیدا بکنید و نتیجهش میشه یه ایکیوی پر از فیلترهایی که یکی پس از دیگری دارن صدا رو رنده میکنن خروجی آخر صدا هم آنچنان کیفیتی نداره کما اینکه تو همین مثال هم ما اگر ایکیویی که اول داشتیم رو روی پروژه بشنویم نتیجهش رو و با ایکیویی که جدید درست کردیم مقایسه کنیم وضوح کلپ وضوح 8-8، کیک و خود بلز همه بهتر شد حالشون به خاطر این محدوده ای که اینجا زیاد بود زیاد بودن این محدوده رو چطور میتونیم پیدا کنیم نه با سویپ کردن رو کل محدوده فرکانسی صدای بلز با شنیدن بلز در آمیختگی و در ترکیب با بقیه صداها و حدس نقاط مشکلدار احتمالی به صورت کاملا گوشی حالا یکی دیگه از اشکالات رایج تو بحث ای کیو که خیلی اون اشتباه رو دوچارش هستند توی کپشن توضیح میدم و لطفا به هر کسی که فکر میکنه این ویدیو میتونه بهش کمک کنه براش بفرست تا کوالیتی موزیکش بهتر بشه